مدتی گفتار بی کردار کردی، بسم الله الرحمن الرحیم. از دولا شاه زمانی هستم، متولد 1329، صادری از اصفهان، کارمند بازنشسته صدا سیما مرکز اصفهان. در همسایگی ما یه آقایی بود اهل شعر و موسیقی، از اون گرمافونای قدیمی داشت که پوک میکردن، سوزن چرخ میکردن، و تحت تاثیر این ساز احساس کردم که انگار منم یه چیز در خودم میبینم. میخوندم برای خودم تا اینکه با رادیو آشنا شدم و از گلها و برگ سبزهایی که اون موقع پخش شد استفاده کردم، و در سن 13 سالگی که تحصیل را گذاشتم کنار و رفتم سراغ کار کاسبی، خیاط شدم. من شروع کردم به کلاس رفتن، کلاسی که در سطح شهر اصفهان مثل پاسایش شکری که هنوز ویرانه اون کلاس هستش، اینجا میرفتم، جای دیگه میرفتم، و بعد با نوارهای اساتید آشنا شدم، مثل سید حسین طاهرزاده، استاد تاج، قمر زلی، اقبال آذر، و نکته سنجی میکردم. اینجا مرکز فرهنگی دارایی شد و آقای تاج و آقای کسایی اینجا تیس میگرفتن. یک روز از روزها آقای ایرج اومدن مرکز فرنگی، گفتن استاد این شاگردایی که میگفتین چپ میخونن اینا، منم اون روز سرما خورده بودم شدید، و یادت طور که آقای تازه درس داده بودن با این شعر: چنان به موی تو آشفتم، به روی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. استادم گرفته بود، مریض بودم اینها، ولی خب شاه زمان اون ترک را بخوان. چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باغ. یه مدتی از موسیقی دور بودم من، یعنی بین سال 57 تا 59 مرکز فرهنگی صدا سیما در خیابان ابن سینا دایر شد، و برای اولین بار باز من کلاس آوازشکی دادم که از دوستان تقاضا کردم بیان دوباره تدریس و تحصیل ادامه داشت، تا اینکه من همونطور که گفتم یه مقداری عرض شد که کارای ضربی اینا میخوندم به صورت. اولین سرود رو برای هفته جنگ میخوندم: نام تو افتخار نام آورم،
انقلاب و قیام ما در جهان شعله باشد به جان مستکبران. شد از این انقلاب بنیادی نام تو شد بهشت آزادی. گذشت تا اینکه از فرهنگ و هنر که هنوز ارشاد نشده بود، باز از من زمان آقای مهندس زویل که مدیر اونجا بود از ما خواست که بیام هنرستان سر سامون بدم و من این کار رو کردم. حکمش هست، تمام نامه‌ای که به صورت حکم برای من زدن موجوده و دوستانی هم که اون موقع بودن اونجا میدونن که من مسئول سرپرست موسیقی اونجا شدم. همطور که عرض کردم در دو جهت صدا و سیما و ارشاد که اسم اول اونجا هنوز فرهنگ هنر بود من کار میکردم و هنرجوهای زیادی مراجعه میکردن که کلاس ها باز میتونم الان تعدادشون رو بیشمار بدونم، ولی اونهایی که الان در صحنه هستن آقایان عطری، صالحی، برادران سعیدی، واعظ، عرض کنم حضورتون که صالحی و خیلی ها دیگه که اینا الان مطرح هستن. نیک بخت اون کسی که خورد و بداد، شور مخت اون کسی که نخورد و نداد. فعلا در حال تدریس هستم در منزل، چون تا سال 81 کار میکردم صدا و سیما و بعد از اون 10 سال باز به کار ادامه دادم چون نیاز داشتن بهم، بعد به خاطر مریضی اینها دیگه قادر نبودم با کار بکنم، بعد دیگه کناره گرفتم و فعلا کارم خلاصه شده در منزل. روزهای خاصی رو اختصاص دادم به تدریس آواز و آقایون حسن میان استفاده میکنن، امیدواریم که مورد استفادهشون واقع بشه. پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل رطل گران گذشت.